در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از واکنش‌های بین‌المللی به حادثه نتنز، تعلیق گفتگوهای جامع ایران با اتحادیه اروپا و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 24 فروردین شمار مبتلایان کووید 19 در جهان به 137.5 میلیون نفر نزدیک شد و تعداد جان باختگان به بیش از 2.960.000 نفر رسید و بیش از 110.500.000 بیمار کرونایی نیز بهبود یافتند. هم‌اکنون هند بیشترین میزان مبتلایان روزانه در جهان را دارد. شمار مرگ و میر این کشور به 1000 نفر در روز نزدیک می‌شود. با این وجود، برگزاری جشنواره‌های مختلف در این کشور که با استقبال عمومی نیز همراه است، همچنان ادامه دارد. ایتالیا در یک هفته اخیر به طور میانگین حدود 500 مورد مرگ ناشی از کرونا در هر روز را ثبت کرد. از سوی دیگر، با واکسینه شدن جمعیت قابل توجهی از مردم بریتانیا، این کشور پس از حدود 3 ماه در حال رفع تدریجی محدودیت‌های کرونا است. در این حال، سازمان جهانی بهداشت هشدار داده بیماری کووید 19 به یک نقطه بحرانی رسیده و میزان مبتلایان به طور چشمگیری در حال افزایش است. واکنش‌های بین‌المللی به انفجار نتنز. پس از انفجار روز یک شنبه در شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نتنز، کاخ سفید هر گونه نقش‌آفرینی در این حادثه را رد کرد. اما از اظهار نظر درباره نقش اسرائیل در این خرابکاری و تأثیر آن در فرایند احیای توافق هسته‌ای خودداری کرد. روزنامه اسرائیلی اورشلیم پست با اشاره به اینکه سازمان موساد در انفجار تأسیسات نتنز نقش داشته، مدعی شد که این حمله مدت‌ها پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای وین برنامه‌ریزی شده بود. روزنامه نیویورک تایمز و شبکه CNN نیز در گزارش‌هایی از نقش اسرائیل در این حادثه نوشتند. پیتر استانو، سخنگوی رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن محکوم کردن این حادثه اعلام کرد هر گونه تضعیف مذاکرات هسته‌ای وین مردود است. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، هم گفت این حادثه برای مذاکرات احیای توافق هسته‌ای سازنده نیست. وزارت خارجه قطر نیز حمله به تأسیسات نتنز را به شدت محکوم کرد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد این حادثه باعث تضعیف مذاکرات احیای برجام نشود. تعلیق گفتگوهای جامع ایران با اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا از اعمال تحریم‌های علیه 8 فرد و 3 نهاد مرتبط با ایران شامل فرماندهان نظامی و 3 زندان خبر داد. اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را به ادعای آنچه که نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده اعمال کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکوم کردن این اقدام از تعلیق گفتگوهای جامع ایران با اتحادیه اروپا شامل مسائل حقوق بشری و همکاری‌های حاصل از این گفتگوها در بخش‌های تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان خبر داد. سعید خطیب‌زاده همچنین اعلام کرد ایران اعمال تحریم‌های متقابل در واکنش به این اقدام را بررسی می‌کند. فرمانده کل سپاه، رئیس سازمان بسیج، فرمانده یگان ویژه ناجا، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده سپاه خوزستان، فرماندار شهر قدس و زندان‌های اوین، فشافویه و رجایی شهر از جمله اشخاص و نهادهای تحریم شده هستند. تنش در مرزهای شرقی اوکراین. گروه 7 با صدور بیانیه‌ای از روسیه خواست به استقرار نیروهای نظامی خود در مرزهای شرقی اوکراین پایان دهد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، و ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، نیز خواستار توقف استقرار نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین و شبه جزیره کریمه شدند. در حال حاضر دو جمهوری خودخوانده در شرق اوکراین صحنه رویارویی میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه است. روسیه اوکراین را به تدارک برای حمله گسترده به جبهه‌های شرق متهم می‌کند و می‌گوید در صورت چنین حمله‌ای روسیه چاره‌ای جز مداخله نظامی برای حفظ جان غیر نظامیان نخواهد داشت. ادعایی درباره استفاده ارتش سوریه از سلاح شیمیایی. طبق ادعای سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، یک بالگرد متعلق به نیروی هوایی ارتش سوریه 4 فوریه سال 2018 شهر سراغب را که در آن زمان تحت تصرف مخالفان بود با بمب کلور مورد حمله قرار داده است. این سازمان اعلام کرده برخورد این بمب شیمیایی باعث تشکیل ابری از گاز سمی در این شهر شده و در اثر آن 12 نفر آسیب دیدند. سوریه هنوز به این ادعا پاسخ رسمی نداده، اما دولت این کشور پیشتر هر گونه
ادعا و اتهام مربوط به استفاده از عوامل شیمیایی کلور و سارین توسط نیروهای دولتی در طول جنگ سوریه را رد کرده بود.